در پی حمله تروریستی سنی های تندرو در مرز مشترک عراق و سوریه، عراق نیروهای خود را در این مرز تقویت کرد. فرمانده عملیات نیروهای مدافع آباد و مقدسات عراق الحشد شبی در محور غرب الانبار از تقویت نیروهایش در مرز سوریه و عراق خبر داد. این در حالی است که در دو روز گذشته برخی مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه به دست عناصر داعش سقوط کرده است. قاسم مسلح گفت طی دو روز گذشته به علت شرایط بد جوی مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه از سوی عناصر تروریستی داعش هدف حمله قرار گرفت که عقب نشینی این نیروها باعث ایجاد خلع در مرزهای سوریه شد در حمله عناصر داعش در شرق سوریه دست کم 70 نفر از نیروهای دموکراتیک سوریه کشته شدند حمله داعش بعد از نیمه شب جمعه روی داد و تا بامداد شنبه ادامه داشت سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که ضد حمله داعش برای پس گرفتن شهر هیجان در استان دیروزور سوریه انجام شد این استان در نزدیکی مرز عراق قرار دارد به گفته ی رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه حملات سنی های داعش با خودروهای بمبگذاری شده که با افراد انتحاری هدایت میشد همراه بود.